مدل چهارم اولین نگاه سیستماتیک ما به مطالعات موردی در آفریقا بود. سه مدل قبلی پیشینه مفهومی و موضوعی ایجاد کردند. در طول سه مدل اول ما تعدادی از مفاهیم مهم رو پوشش دادیم که بخش و جزی از مفاهیم دوقلوی فدرالیسم آدم تمرکزن. خب، سه مدل اول ابزارهای لازم برای شناختن سه نوع فدرال آفریقایی رو برای ما فراهم کردند. و علی‌رغم تلاقی تعدادی از عوامل مرتبط سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و تاریخی دارای پیچیدگی‌های ویژه‌ای بودند. در حقیقت چیزهای خاصی وجود دارند که بیشتر از موارد دیگر اهمیت دارند. این سه مطالعه موردی از مدل چهارم بودند که به ما فرصتی برای تمرکز تحلیلی میان رشته‌ای در ترسیم سه پرسپکتیو از جامعه، سیاست و قانون داده. سه مطالعه موردی ما آفریقای جنوبی، نیجریه و اتیوپی یه تمرکز تحلیلی میان رشته‌ای بودند که ما قبلا در مدل سوم به آنها پرداختیم. هر سه نظام فدرال با بررسی مبانی حقوقی، سیاسی و اجتماعی اونها ارزیابی شدند. ضمن این که تصدیق می‌کنیم که هر مورد منحصر به فردم هست. رویکرد بین رشته‌ای ما اشتراکات و الگوهای گسترده قابل تعمیم که در همه موارد یافت می‌شوند را برجسته می‌کنه. کار ما اینه که به آرامی این الگوهای قانونی، سیاسی و اجتماعی رو ترسیم کنیم. این میتونه به درک بهتر کارکردهای فدرالیسم عدم تمرکز کمک کنن. حرکت به سوی یه تمرکز تحلیلی که فقط بر طراحی نهادهای رسمی تکیه داره. امروز هیچ رشته علمی و رویکرد تئوریک ادعای انحصاری در رابطه با رشته ای رو نداره و این ممکنه چیز بدی نباشه. امیدوارم این تمایل به شرکت در این بحث ها رو بیشتر کنه و راه حل های فدرالی و عدم تمرکز رو تجویز کنه. اما تحقیق علمی یه روند تکاملیه. این یه روند تکاملی به سمت تشخیص مناسب تره. نسخه‌ای که برای درمان در نظر گرفته شده تنها در صورتی عمل می‌کنه که بر مبنای تشخیص قابل اعتمادی باشه. و همانطور که در بررسی اجمالی نتیجه‌گیری مدل یکم بحث کردیم، دوره درسی ما در مورد یه طراحی نهادی ایدئال برای فدرالیسم یا عدم تمرکز نیست، بلکه تلاش ما برای تشخیص مناسبه و نسخه هم می‌تونه از این تشخیص پیروی کنه. ما هنوز در حال یادگیری هستیم. بنابراین بهتره قبل از اینکه بخوایم بدویم، تلاش کنیم در راه رفتن مهارت کافی رو به دست بیاریم. این دوره شامل موارد زیادی میشه. ما به فدرالیسم نگاه میکنیم، ما به عدم تمرکز نگاه میکنیم، ما به تأثیر این مفاهیم دوقلوی دموکراسی در دولت‌های بزرگ و تنوع نگاه میکنیم. ما همه اینها رو در چارچوب موارد آفریقا انجام میدیم و ضمن انجام این کار از دیدگاه‌های علمی مختلفی در علوم سیاسی، قانون اساسی، فلسفه و جامعه شناسی استفاده میکنیم. به نظر میرسه تقریبا همه چیز در زیر روشنایی خورشید قابل رؤیته، اما ما در شش مدل نمیتونیم به طور جامع تمامی زوایای بالقوه موجود رو پوشش بدیم. کار ما بیشتر شبیه به یه دوره مقدماتی در این زمینه پیچیده است که به کمک رشته‌های مختلف علمی نیاز داره. و فراموش نکنید که این یه دوره مقدماتیه. در طول درس‌های ویدیویی ما سعی می‌کنیم که یه چارچوب کلی رو برای شما فراهم کنیم که به شما میگه جواب‌ها در کجا میتونن باشن. اما باید خودتون جستجو رو انجام بدید. در طول جستجوی کلیدها همچنین گوشه‌های تاریک روشن گردند و ممکنه اسرار فدرالیسم عدم تمرکز برای شما باز بشه. اون چه که ما در مدل چهارم انجام دادیم فقط یه معرفی بسیار کلی برای این سه نمونه و همچنین موضوعات مربوطه است، در حالی که این موضوع استعداد زیادی برای تخصصی تر شدن و تعمیق داره. اما دانش پیشرفته تر نیازمند مطالعه بیشتره و اتفاق میفته که تعدادی از این نمونه ها رو در این دوره در اختیار شما قرار بدیم. به عنوان یکی از سردبیران مجله مطالعات منطقه‌ای و فدرال که توسط روتلج منتشر میشه و بخشی از گروه فرانسیس تایلره، بسیار خوشحالم که بتونم مراجع بیشتری رو برای مطالعه در این زمینه ارائه بدم. خوشبختانه روتلج تعدادی مرجع و تحقیقات برای مجله مطالعات منطقه‌ای و فدرال تهیه کرده و اینها رایگان خواهند بود و من 18 مقاله رو از میان اونها انتخاب کردم که میتوانند
به عنوان یک پله هم به سوی دانش پیشرفته‌تر و تخصص بیشتر در این زمینه باشد. من تعدادی مقاله رو در خصوص نمونه‌های مطالعاتی من رو انتخاب کردم. به همین دلیل مدل چهارم نسبت به بقیه مدل‌ها مراجع مطالعاتی بیشتری داره. مقالاتی در مورد آفریقای جنوبی، اتیوپی، نیجریه وجود داره و بیشتر اونها از چشم‌انداز خاصی استفاده می‌کنند تا بتونن سیاست‌های فدرالیسم عدم تمرکز در مطالعات موردی خود رو رمزگشایی کنن. And decentralization in their respective case studies. برخی از این مقالات ممکنه کمی بالاتر از سطح مقدماتی عمومی باشند که ما در این دوره مورد نظر قرار داده ایم. اما آنها دانش و مطالعات خوبی از فدرالیسم و تمرکز زدایی به شما میدن. علاوه بر این مقاله ها مطمئنن میتونن به خود مطالب داخل دوره کمک کنن. اما من میخواستم تأکید کنم که این مقالات آگاهی علمی خوبی در مورد فدرالیسم و تمرکز زدایی به شما خواهند داد. State of the scholarship on federalism and decentralization. اما این مطالعات تکمیلی همچنین میتونن به عنوان گام‌های بالقوه اساسی به سمت تخصص بیشتر باشن، مخصوصا برای کسانی از شما که میخواهید موضوع رو پیگیری کنید. خواهید دید که همه اینها در چارچوب به اصطلاح مقالات علمی هستن و ارزیابی شایستگی علمی اون مطالب تحت یه پروسه واکاوی ناشناس و مخفی قرار گرفتن. روند بررسی علمی یه فرایند نسبتاً لازم و بلند مدت از ادبیات نظری سوالات تحقیقی تا طراحی یک روش تحقیق مناسب با دقت انتخاب می شوند و جنبه های مختلفی در طی فرایند بررسی علمی ارزیابی می شوند. در پایان فقط اونهایی که مطابق با معیارهای علمی ژورنال هستند برای انتشار پذیرفته می شوند. در قالب یه مقاله علمی، اون چه می‌بینید در حقیقت محصولی نهایی است که با تجدید نظرها و بازنویسی‌های مختلفی روبرو شده. بدون تردید اینها آثاری علمی‌اند که توسط دانشجویان فدرالیسم و عدم تمرکز نوشته شده‌اند. این بدان معنیه که آنها تخصصی تر هستند و بیشتر بر روی اهداف علمی خود متمرکز می شوند و خواهید دید که بیشتر آنها از یه زبان کاملا تخصصی استفاده می کنند و در مباحث نظری و ادبیات نظری و ادبیات علمی شرکت می کنند. و تاکنون باید بتونید محتویات رو رمزگشایی کنید و ببینید که چگونه اونها در ادبیات فدرالیسم و تمرکز زدایی قرار می گیرند. همه مقالات لازم نیستند، اما جدا توصیه می شوند و همین مورد برای مطالعه نمونه عدم تمرکز در مدل بعدی نیز صدق می کند. اجباری نیست اونها رو بخونید، اما اگر چنین کاری رو انجام می دادید واقعا خوب می شود. بنابراین شما رو در مدل بعدی می بینم. با تشکر.